تیم ملی فوتبال ایران فردا در یک مسابقه انتخاباتی جام جهانی 2022 قطر با عراق بازی می‌کند. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفته که ایران در مسابقه فردا شکست جلوی تیم بحرین رو جبران خواهد کرد. این مسابقه به دلیل اوضاع نارام عراق در اردن برگزار میشه. عراق در این لحظه با 7 امتیاز صدرنشین گروه، بحرین دوم و ایران سوم. پوریا ژافره خبرنگار ما که به عمان پایتخت عمان اردن سفر کرده و حالا از بیرون استادیوم محل برگزاری مسابقه با ماست. پوریا، تو در کنفرانس خبری شرکت کردی، چه چیزهایی شنیدی، چه گفته شد؟ البته مجید، من داخل استادیوم هستم. بذار از خود استادیوم شروع بکنیم که به نسبت استادیوم شهر بصره استادیوم بسیار کوچکتری هست، ولیکن جوری که من صحبت کردم با خبرنگاران عراقی، مسئولین فدراسیون فوتبال اردن که اینجا مسئول برگزاری مسابقه هستن، این استادیومی که می‌بینید نزدیک 20,000 نفر جا میگیره، ولیکن قراره که بلیط‌ها رایگان باشه و جمعیت عراقی زیادی در اردن وجود دارن که میخوان بیان واسه این مسابقه. با مایک ویلموت از او در مورد مسابقه پرسیدیم، صحبت‌های عجیبی میکرد. ویلموت میگفتش که چندین بازیکن تیم ملی مصدوم هستن و در جلسه تمرینی که الان پایین دارید میبینید اون بازیکن‌ها هستن، دارن آماده میکنن، گرم میکنن خودشونو که تا حدود 5 دقیقه دیگه وارد زمین بشن. گفته که بعد ببینم که در تمرین امروز کدوم بازیکن‌ها بهتر از بقیه خودشونو نشون میدن و بعد تصمیم میگیرم. گوش بکنیم صحبت‌های ویلموت رو گزیده از نشست خبری امروز رو. ما یک تمرینی امروز ساعت 16 داریم، چند تایی مصدوم داریم، ولی از اون طرف ما بازیکنهای خیلی خوبی برای جایگزین کردن اینها داریم. توی در واقع فلسفه بازی من همیشه مشکلها یک راه حلی دارن و ما حتی توی بازی مقابل بحرین هم با اینکه باختیم، ولی ما 8-9 تا موقعیت داشتیم و تیم رقیب یک موقعیت بیشتر نداشت. پس بنابراین ما فلسفه بازیمون رو تغییر نمیدیم. مسابقه های تیم ملی ایران همیشه خیلی حساس و نفسگیر بوده با عراق. این بار شرایط تیم رو چطور دیدی؟ جالب این نکته که اشاره کردی. خب منم در نشست خبری از مایک ویلموت در مورد حساسیت مسابقه و بازی‌های بین ایران و عراق، ایران و بحرین و بین بحرین و عراق پرسیدم و همینطور از مربی تیم ملی عراق کاتانش هم در این مورد دو تا مربی، خب حالا یکی بلژیکیه یکی هم اهل اسلوونیه، هر جفتشون یک رویکرد نسبتا مشابهی داشتن. میگفتن که ما میدونیم که واسه مردم منطقه این بازی چقدر مهمه، ولی که واسه ما فرقی نمیکنه به خاطر اینکه این مسابقه یک مسابقه دیگه است در راه انتخابی جام جهانی و 3 امتیاز داره. و همین سوال رو از مسعود شجاعی هم پرسیدیم، کاپیتان تیم ملی ایران که الان نزدیک 13 سال برای تیم ملی بازی میکنه و اینکه شرایط رو چجور میبینه، تیم‌های ملی مختلفی رو در طول زمان دیده. مسعود شجاعی، گوش بکنیم صحبت‌های او رو. منم سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از همه دوستانی که تشریف آوردن. خب مطمئنم بازی مهمیه برای ما و توی مدت کوتاهی که داشتیم سعی کردیم که تیم عراق خوب آنالیز کنیم. میدونیم که تیم خیلی خوبی داره و بازی سختی در پیش داریم، ولی ما هم خب خیلی آماده هستیم برای این بازی، انگیزه داریم و میخوایم اون بازی قبل، بازی تقریبا خوبی که نداشتیم تو بازی قبل رو جبران کنیم و بتونیم که یه بازی خوب به نمایش بذاریم. امیدوارم که بازی خوب بشه. همه میدونن که این بازی حساسی برای هر دو تیم و هر کی بیشتر تلاش کنه مطمئنم میتونه برنده بازی بشه. صحبت‌های مسعود شجاعی رو شنیدیم. پوریا، خیلی ممنون از لطفت. ما در بخش‌های بعدی خبری هم با تو خواهیم بود و همینطور فردا که مسابقه برگزار میشه هم باز پیش تو خواهیم آمد.